4 روز پیش خبرگزاری حوزه در ایران گزارشی از ضرب و شتم یک زن محجبه و فرزند شهید در قطار تهران یزد منتشر کرد. این خبرگزاری مدعی شده بود زنی به نام زینب جعفری که معلم مدرسه و فرزند شهید بعد از شرکت در همایش نخبگان انقلابی در حال بازگشت به یزد بوده که مورد حمله چند زن بی‌حجاب قرار گرفته. او مدعی شده که رئیس قطار در برابر خواسته او برای تذکر حجاب به اون زنان به او گفته بود که مشکل از تفکر خودشه و حجاب اون زنها ایرادی نداره. در واکنش به این درگیری هم دادسرای یزد اعلام کرده که زنان بی‌حجاب قطار تهرانی از تحت پیگیری قضایی قرار گرفتن و رئیس خط هم به این دلیل که از زنان بی‌حجاب دفاع کرده از کارش تعلیق شده. امام جمعه یزد هم در دیداری با زینب جعفری از او دلجویی و از اقدامش تقدیر و تشکر کرده. زینب جعفری در توصیف این موضوع گفته در اون لحظه خداوند قدرتی به من داد تا در برابر خانم بدحجاب که جسه قوی تری نسبت به من داشت روسری خودم رو حفظ کنم. در بیانیه روابط عمومی شرکت راه آهن اومده که با حضور پلیس قطار این درگیری کنترل شده، ولی در نهایت زینب جعفری به محض رسیدن به یزد به همراهی همکارانش و کسانی که شاهدان عینی معرفی کرده موضوع رو به حراست ایستگاه راه آهن یزد گزارش داده و موضوع از جانب دادسرا مورد پیگیری قرار گرفته. این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی نیروهای آمر به معروف و نهی از منکر رو مورد تشویق و تقدیر قرار میدن. هفته گذشته ماجرای شکنجه و پخش اعترافات اجباری از سپیده رشنو، زن 28 ساله‌ای که در اتوبوس بی‌آرتی تهران از یک زن محجبه به نام رایحه ربیعی تذکر حجاب گرفت، خبرساز شد. فاطمه مسجدی، مورخ اجتماعی و فعال حقوق زنان، معتقده که این نحوه تقدیر از افرادی که تذکر حجاب میدن، استراتژی جدید حکومت برای تحمیل حجاب بر زنانی که بیش از 14 هستند به پوشش مورد نظر حکومت ندادن. او در این باره به ایران وایر میگه دولت پول و رشوه میده که افراد در مقابل این جنبش اجتماعی مخالف حجاب اجباری بیستن، اما در عوض نه فقط زنان بلکه مردان هم وارد عمل شدن و هر روز در اخبار میبینیم که مردانی هم به این حرکت پیوستن.